همراهان خوب و همیشگی استار میدیا سلام. امیدوارم خوب و سر حال باشید. عناوین این ویدیو قرار زل می باشند. چرا رویا می بینیم؟ نقش رویاها. درمانگر رویاها. رویاها به عنوان مبارزه یا آموزش پرواز. رویاها به عنوان اندیشه شما. رویاها به عنوان حافظه کمکی. چرا کابوس می‌بینید؟ چی چیزی رویاها را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟ شرایط سلامتی، غذاها، فعالیت‌های روزانه. چگونه رویاهایتان را به یاد داشته باشید؟ در ادامه ما را همراهی کنید. چرا رویا می‌بینیم؟ رویاها توهماتی هستند که در طی برخی مراحل خاص خواب اتفاق می‌افتند. آنها ممکن است در هنگام خواب REM یا مرحله حرکت سر چشم قوی تر باشند که احتمال دارد کم در وقت خواب خود را به خاطر بسپارید. در مورد نقش خواب در تنظیم متابولیسم، فشار خون، عملکرد مغز و سایر جنبه های سلامتی چیزهای زیادی شناخته شده است. اما برای محققان دشوار است که نقش رویاها را توضیح دهند. وقتی بیدار هستید افکار شما برای آنها منطق خاصی دارد. وقتی میخوابید مغز شما هنوز هم فعال است. اما افکار یا رویاهای شما غالبا کم اهمیت یا بیمعنی هستند. این ممکن است به این دلیل باشد که مراکز عاطفی مغز به جای منطق رویاها را بیشتر تحریک کند. اگرچه هیچ اثبات قطعی وجود ندارد، بر اساس فعالیت های اخیر، گفتگوها یا سایر موارد زندگی، رویاها معمولا افکار زندگی نامه شما هستند. با این حال برخی از تئوری های عام در مورد نقش رویاها وجود دارد. نقش رویاها. محققان هنوز کاملا با هدف رویاها موافق نیستند. با این حال برخی از اعتقادات و نظریه های گسترده وجود دارد. درمانگر رویاها. رویاهای شما ممکن است راههایی برای رویارویی با دراماهای احساسی در زندگی شما باشد و از آنجا که مغز شما در سطح بسیار عاطفی تری نسبت به زمانی که بیدار هستید کار می کند، ممکن است مغز شما در رابطه با احساساتی که خود شما آگاهانه ایجاد نمی کنید پیوند برقرار کند. رویاها به عنوان مبارزه یا آموزش پرواز. یکی از مناطق مغز که در هنگام خواب بیشترین فعالیت را دارد آمیگدال است. آمیگدال بخشی از مغز است که با غریزه بقا و پاسخ پرواز مبارزه یا پرواز ارتباط دارد. یک نظریه می گوید از آنجا که آمیگدال در خواب بیشتر از زندگی بیدار است، ممکن است راه برای آماده سازی شما برای مقابله با تهدید باشد. خوشبختانه ساقه مغز سیگنال های عصبی را هنگام خواب REM یا حرکت سریع چشم ارسال می نماید که عضلات شما را شل می کند. به این ترتیب شما سعی نمی کنید در خواب خود دوید یا پانچ کنید. رویا به عنوان اندیشه شما. یک نظریه است چرا رویا می بینیم. این به تسهیل گرایش های خلاقانه ما کمک می کند. هنرمندان از همه نوع الهام برای برخی از خلاق‌ترین کارها و آرزوهای خود اعتبار می‌بخشند.
شما ممکن است در موارد از زندگی خود با ایده خوبی برای یک فیلم یا یک آهنگ بیدار شوید. شما در زندگی بیداری خود معمولاً از فلتر منطقی استفاده می کنید که می تواند جریان خلاقیت شما را محدود کند و وقتی که می خوابید افکار و ایده های شما هیچ محدودیتی ندارد. رویاها به عنوان حافظه کمکی. نظریه گسترده‌ای در مورد هدف از رویاها این است که به شما کمک می کنند خاطرات و چیزهای آموخته شده مهم را ذخیره کنید. از خاطرات بی اهمیت خلاص شوید و افکار و احساسات پیچیده را مرتب کنید. تحقیقات معتبر نشان می دهد که خواب به ذخیره خاطرات کمک می کند. اگر اطلاعات جدید را بیاموزید و روی آن بخوابید، شما قادر خواهید بود آن را بهتر از آنچه خواسته شده است بدون نیاز به خواب آن را به خاطر بیاورید. اینکه رویاها چگونه روی حافظه ما تأثیر می گذارند هنوز مشخص نیست، اما رویاها ممکن است به مغز کمک کند تا اطلاعات مهم را در عین حال محدود کردن محرک ها می تواند در حافظه و یادگیری اختلال ایجاد کند. چرا کابوس می بینیم؟ رویاها به شما کمک می کنند تا با احساسات، خاطرات و سایر اطلاعات سازگار باشید. بسیار مفید به نظر می رسند. کابوس گاه به گاه یک رویا محسوب می شود که ساده تر یا ترسناک تر است. کابوس های شبانه در اثر استرس، استراب یا بعضی اوقات به عنوان واکنش در برابر داروهای خاص ایجاد می شوند. با این حال اگر کابوس های مکرر دارید، این می تواند یک اختلال خواب باشد. اگر در خواب کابوس به طور منظم یا رویاهای ترسناک رخ دهد، می توان به یک اختلال خواب اشاره کرد. باعث نگرانی شما از خوابیدن می شود، منجر به اختلال مکرر خواب شما می شود، مشکلات خواب یا روانشناختی دیگری را به وجود می آورد. بسیاری از افراد کابوس های گاه به گاه را در طول زندگی تجربه می کنند. با این حال انجمن خواب امریکا فقط حدود 5% از جمعیت کابوس های مداوم دارند و اختلال خواب را تجربه می کنند. چه چیزی رویاها را تحت تاثیر قرار می دهد؟ برخی از عواملی که هنگام بیدار شدن از خواب ما را تحت تاثیر قرار می دهند، نیز می توانند رویاهای ما را تحت تاثیر قرار دهند. شرایط سلامتی. یکی از بزرگترین تاثیرات رویاها این است که چقدر یا چی اندازه می خوابید. کمبود خواب برای یک شب یا دو شب یا بیشتر می تواند بخش های از مغز شما را بسیار فعال تر کند. سرانجام وقتی که به خواب REM یا همان حرکت سریع چشم می پردازید، اگر چند شب بیقراری داشته باشید، احتمالاً رویاهای زنده تری خواهید داشت. احتمالاً شما همچنین آن خوابها را به یاد خواهید آورد. حامله شدن نیز یک عامل فروگشا برای رویای زنده است. افزایش تولید هورمون در نحوه پردازش افکار و احساسات مغز شما تأثیر می گذارد. اغلب این به برخی از رویای شدید منجر می شود. اختلالات سلامت روانی مانند افسردگی و استراب و همچنان اختلالات دو قطبی و سایر شرایط مرتبط با خلق می تواند رویاها و کابوس های شدید و گاه مزاحم یا منفی را ایجاد کند. داروهای این شرایط از جمله داروهای ضد افسردگی و ضد فشار خون همچنین با خطر بیشتری برای کابوس همراه هستند. غذاها. هیچ مدرک غیر قابل انکار مبنی بر اینکه برخی غذاها منجر به رویاهای وحشی تر یا بهتر می شوند وجود ندارد، اما واضح است که برخی از غذاها می توانند صحنه را برای بهتر یادآوری رویاهای شما رقم بزنند. به عنوان مثال، غذاهای پرکربوهیدرات می تواند انرژی سریع به شما بدهند، اما پس از مدتی آنها می توانند احساس کمبودی در شما به وجود آورند. هر چیزی که بر روحیه بیداری شما تأثیر بگذارد، ممکن است بر روحیه شما ناخودآگاه نیز تأثیر بگذارد.
بنابراین اگر یک تصادف قند در طول روز شما را به حرکت درآورد، آن احساسات میتواند به خواب شما منتقل شود. همچنین غذایی که باعث بیدار شدن شما در طول شب میشود، باعث میشود که بیشتر از خواب بیدار شوید. در مرحله REM وقتی که این اتفاق بیفتد، احتمالاً رویاها را بیشتر برای شما خواهد آورد. فعالیت های روزانه. همانطور که خواب کم و یا قطع خواب اغلب منجر به رویاهای واضح‌تر می شود، خواب خوب رویاهای شدید را در شب به یاد شما می آورد، کاهش می یابد. یک مطالعه کوتاه از منبع معتبر به دست آمده که یک راه خوب برای خواب بیشتر ورزش در صبح است. یک تمرین خوب یا سایر فعالیت‌های قلبی قبل از ظهر به شما کمک می کند تا ساعت خود را تنظیم کنید، که تمایل بیشتری به خوابیدن سریع‌تر داشته باشید و زمان بیشتری را در خواب عمیق سپری کنید. بهتر از آن است که هیچ ورزش نکنید یا در شب ورزش کنید. دویندگان و دیگر علاقمندانی که به آمادگی جسمانی تمایل دارند، زمان کمتری را در خواب رویایی یا REM می‌گذرانند، که یکی از سبک‌ترین مراحل خواب است. همچنین هرچی در طول روز از استرس کمتری برخوردار باشید، احتمالاً استرس و استراب را در رخت خواب کم خواهید کرد. این به شما کمک می کند تا کابوس ها را قطع کنید و هر شب قطع خواب کمتری داشته باشید. چگونه رویاهایتان را باید داشته باشید؟ یکی از دلایل دشوار به خاطر سپردن رویاها این است که شیمیایی مغز در ارتباط با حافظه نورابینفرین و فعالیت الکتریکی مغز که به یادآوری کمک میکند، هنگام خواب دیدن در پایین‌ترین سطح خود قرار دارند. در حقیقت اگر رویایی دارید اما در طول خواب از خواب بیدار نمیشوید و نمیتوانید آن را به خاطر بسپارید، رویاهایی که به خاطر میآورید همانهایی هستند که هنگام بیدار شدن صورت میگیرند. دو راه برای کمک با یادآوری رویاهای شما میباشند. یک این است که به خودتان بگویید که هنگام خواب میخوابید که میخواهید رویای خود را به خاطر بسپارید. اگر این آخرین فکر شما باشد، احتمالاً با یک رویا که هنوز در حافظه شما تازه است از خواب بیدار می شوید. دو، از آنجا که یادآوری رویایی حتی با کوچکترین حواس پرتی براحتی قطع می شود، باید سعی کنید به محض بیدار شدن خواب بیشتر رویای خود را به خاطر بسپارید. از تخت خواب خارج نشوید و به هیچ چیز دیگر فکر نکنید. سعی کنید هر تصویر یا خاطرات را که از رویای خود دارید درک کنید و آنها را روی یک دفترچه در کنار تخت خواب یا در تلفن هوشمند خود بنویسید.